سلام و شبتان بخیر. به محور خوش آمدید. شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان را در بهتر شدن روابط کابل با ابوظبی مهم می‌دانند و به این باورند که با این قرارداد شرکت‌های بزرگ هوانوردی پروازهای خود را به افغانستان از سر خواهند گرفت. از سوی هم برخی از بازرگانان می‌گویند که قرارداد جدید زمینه را برای رشد داد و ستد کشور فراهم خواهد کرد. شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی میگوید که قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان زمینه را برای پرواز شرکت‌های هوانوردی مانند امارات فلای دبی و العربیه فراهم خواهد کرد. لدی سره با د افغانستان ته ان شاء الله خارجي پروازونه شروع سي لکه انټرنیشنل فلایټونه او له دې سره د افغانستان او د امارات عربی متحده روابط نور هم مضبوط شي. آمارهای این شورا نشان می‌دهد که 300 هزار شهروندان افغانستان به شمول بازرگانان در امارات متحده عربی هستند و این قرارداد در رفت آمد آنان اثر مثبت خواهد داشت. دا قرارداد تقریبا 300 میلیون دلار ترسیږي. دا قرارداد سره به زمون زنان لپاره کار موقع مساعد شي او کوم کادرونه چې مسلکی دي فنی دي هغه ته هم د کار زمینه برابره شي او دا قرارداد سره به د افغانستان او د امارات ترمنځ سوداګرۍ لا پیاوړی شي او دا چارې به لا زیاتې شي. به روز پنجشنبه قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان با شرکت گاک امارات متحده عربی امضا شد. تمام منفعت ملی افغانستان با بسیار جزئیاتش تحلیل کرده، ارزیابی کردیم و بالاخره شرایطی را که فعلا کمپانی گاک با ما پیشنهاد کرد شرایطی بود که بهترین منفعت ملی افغانستان را تامین میکرد و تضمین کیفیت کارشان هم تامین میکرد. اما یک آگاه روابط بین الملل به این باور است که بهبود روابط امارت اسلامی با جهان نیاز به عملی شدن این خواست ها دارد. عنصر اساسی تعلیم زنان و دختران افغانستان است، عنصر سوم قطع رابطه با تروریسم است و عنصر چهارم تندهی به یک جهان گفتمان محور است که در او جهان افرادگرایی و تروریسم جایگاه ندارد. این عناصر است که میتونه هم به صلاح و عزت افغانستان باشه و هم نجات دهنده وضعیت فعلی طالبها باشه. قرارداد ارائه خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان برای 10 سال به شرکت گاک امارات متحده عربی واگذار شده است. روی این موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه. غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اینجا در کنار ما هستند و حاجی عبیدالله صدرخیل رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام، شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. آقای وفا، در اول میخوایم جزئیات بتین در مورد قرارداد که خدمات رهنمایی هواپیماها در فضای افغانستان به چه معنیش میشه توضیح بتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام بیننده های تلویزیون طلوع و هموطنان عزیز در هر جایی که هستن. جزئیات شما میفهمین که یک طیاره وقتی که از فضای کشور از سرحداتش داخل میشه و پس از سرحد میبرایه، اگر عبور میکنن با دو خدمت عمده ضرورت داره. یکی که از دگه طیارات، از تکر دگه طیارات نجات پیدا کنه و ای به دو طریقه میشه که ایره کنترل ترافیک هوایی میگه. یکی که از طریق مخابره با پیلوت یک مرکز زمینی در داخل کشور در ارتباط می باشه و کمونیکیشن داره. موضوع دومیش است که در امو مرکز مشترکاً پیش برده میشه. بله. در مرکز زمینی که مرکز کنترل و رهنمایی هست، در اونجا دستگاه های راداری مخصوص نصب میشه که تمام وسایل و ماشینری که در فضای کشور عبور میکنن و پرواز دارن همیشه میبینن در روی سکرین تلویزیون واری و برای ازی کار متخصصین مسلکی تربیه شده. کلانترین و عمدترین اهمیت موضوع است که مسئولیت تمام اینمی ماشین های پرنده تأمین شوه. آقای وفا، جزئیات قرارداد، مزیت در کنار که جزئیاتش مطرح کردین، مزیت هایش برای افغانستان چی است و در مورد شرکت گاک
مردم آشنایی اونقدر که داشته باشن که در مورد فعالیت شرکت چی است؟ مثلا این شرکت چه خوبی هایی داره؟ شرکت گاک یک شرکت بین المللی در شهر ابوظبی امارات متحده عربی ثبت است و او با خود دیگه شرکت های فرعی در بخش های مختلف دارن. حتی چند شرکت میتونه ممکن سال گذشته قرارداد قبلی که ما داشتیم گروپی 42 میگفت، یعنی اضافه تر از 40 یا 42 شرکت با هم خرد و بزرگ کارهای مخصوصی را پیش می بردن. سه قراردادی که امضا کرده شرکت گک است، ولی کمپانی ها یا شرکت های فرعی را دارن که وا در هم رشته های مشخص تخصص دارن و در هوانوری کارها را در خود امارات متحده عربی نیز انجام میتن و بخشی از او شرکت ها کارها و اپریشن را در افغانستان انجام میتن. افغان ها از این چی سود میبرن؟ یعنی چقدر فکر میکنید به منافع ملی افغانستان کمک میکنه؟ در سه جواب عمده میگم. یکی که سودی اقتصادی میبرن، منفعت میایه به افغانستان، عواید میادین افغانستان رشد خواهد کرد. دوم ای که اعتبار بین المللی افغانستان با تمام کشورهای منطقه و جهان تأمین خواهد شد و ایرلاین های مشهوری بین المللی رفت آمد خواهد کرد. سوم این که کادرهای افغانستان، جوانان افغان با تخصص مسلکی تربیه می شوند و انشالله بعد از گذشت سه سال بعد از گذشت سه سال الا چهار سال ما دیگه ضرورتی به هیچ شرکت قراردادی خارجی نخواد داشتیم. متخصصین کافی را تربیه خواد کردیم که هوانوردی ملکی افغانستان فعالیت های میادین بین المللی خود را معیاری انجام بدن. بسیار زیاد تشکر به شما. برمیگردیم آقای صدرخیز، سلام بر شما. شما به برنامه خوش آمدین. شما این قرارداد بر بهتر شدن روابط کابل و ابوظبی مهم خواندین، از چه لحاظ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بینندگان محترم. سلام میمونی شما و پاسای ما از چند نگاهی را به نفع مردم افغانستان و به نفع افغانان میدانم که اول خو ای بدون از این قرارداد هیچ شرکت خارجی انترنشنال به افغانستان پرواز نمی کرد و هر کسی می گفت که اونجا یک شرکتی وجود نداره، یک قرارداد وجود نداره، چون در 20 سال یا 21 سال گذشته چون ناتو بود و قوای امریکا بود و اینمی کارا را اونا پیش می بردن. از روزی که حکومت نو در افغانستان آمد کل اگه پروازهای خارجی ما شما قطع شد، کلی کسی ترس داشتن که تیاره را که را نشان نتا چی رقم پرواز کنن که رادارای ما فعال شوه و دیگه سوال پیدا نمیشه که فلای دوبای یا امارات ارلاین یا یار عربیه پرواز نکنن. دوم به نفع افغان ها ای است که ای بیشتر از 300 میلیون دلار ای شرکت ای قراردادی اماراتی در افغانستان سرمایه گذاری میکنه در 4 میادین افغانستان. خودش یک شغل ایجاد میکنه برای افغان های ما شما و کار پیدا میکنن. سوم ای که ایدادی از ای به افغانستان میه وقتی که پروازها شروع شوه از خاک افغانستان به دیگر کشورها یا از سر خاک افغانستان پرواز که تیر میشه وقتی این می خودش برای افغانستان یک این ایداد است. دیگه افغانایی که ما اینجا زندگی میکنیم 300 هزار افغان، بیشتر از 300 هزار افغان و عمده تاجرای افغانستان از 30 سال در امارات عربی متحده زندگی میکنن، به شمول افغانستان به 40-50 کشور خارجی بزنس دارن، اینا رفت آمدی خود از یاد میکنن و دیگه هم روابط امارات عربی متحده با افغانستان زیاد میشه. آقای صدرخیل، شما به عنوان رئیس شورای بازرگانان افغان در امارات متحده عربی انتظار شما چی است؟ مثلا شما نقش خودتان در چه سطحی میبینین؟ چگونه آیا شما نقش مهم دارین در این کار و تقاضاهای شما چی است از دو طرف که حالا شرکت گک است و این طرف هم اداره میدان هوایی که هوانوردی و شما در کل از طرف کابل چی میخواین؟ انتظارات چی است؟ ما خو اول تشکری میکنیم از حکومت نوی افغانستان که
امی خواهشی تاجرای افغان مقیم امارات عربی بود که از اینا خواهش کردن که قرارداد به شرکت اماراتی بدهن و ایرا ما خوش شدیم که به شرکتی چون شرکتی که گاک شرکتی که یک شرکتی بین‌المللی است که آخری از اینا در امارات عربی است و اینا تقریبا بیشتر میادینی بر کشورها رو در کنترل خود دارن و بسیار فعالیت خوب میکنن. ما دیگه خوش شدیم که برای از اینا دارن. دیگه ما میخواهیم که اینمی تو قراردادهای دیگه هم با شرکت های خارجی شود، چون این زمینه را برای افغان ها معیار میکنه که برشان شغل ایجاد کنه و ما میخواهیم که اینمی تو قراردادهای دیگه هم با کشورهای دیگه هم شود که اونا را تشویق کنیم که در افغانستان بیای و کار کنه تا که چقدر شرکت های خارجی در افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه، اونا برای افغان ها هم شغل ایجاد میکنه و در ضمنش روابط افغانستان با او کشور دیگه هم خوب میشه. بله، نقش امارات متحده عربی را که شما به عنوان کسی که اونجا سالها هستین و دیگه تاجرها هستن، بازرگانا، چطور میبینین برای افغانستان، برای افغانستانی که با مشکلات سیاسی و اقتصادی روبرو است، چی کمک کرده میتونه و در کنارش دولت امارات متحده عربی در برای اینکه روابط کابل با جهان بهتر شود چه کمکی کرده میتونه، روابط کابل با کشورهای همسایه امارات متحده عربی بهتر شود چه کاری کرده میتونه؟ امارات عربی در هر وقت در 30 سالی که من میبینم و هر وقت در مشکلات با افغانا و با افغانستان استاد شده و همکاری کرده، کمک های خود کرده. اگر شما میبینین در وقتی زلزله در افغانستان آمد یا سیلاب آمد، اولین کشور بود که اینا اقدام کردن، حتی جسر جوی یعنی سرکی هوایی جور کردن بین افغانستان و امارات، دوا و مواد غذایی و کمپل و خیمه کمک کردن، تا بالی شفاخانه از اینا در میادین مثلا خوست، کابل، قندار هر روز کمکایشان میره. من فکر میکنم این قرارداد دارم که کرد امارات، شرکت اماراتی بریزی ضرورت نداشت، صرف به کمک افغان ها به خاطر افغان ها و افغانستان همی کار کردن که میخواین که با افغانستان نزدیک باشن و کمک کنن. شیخ ها و بزرگای امارات عربی هر وقت با کلگی کشورهای غریب و همسایه کمک کردن، خواستن با افغانستان. بسیار اینا یک نظری یک فکر خوب دارن، میخواین که دیگه هم کمک کنن با افغان ها و آل فعلا هم اینا پیشنهاد کردن که بازی کارهای در زراعت و مثلا در آب و برق و دیگه چیزا میخوان که سرمایه‌گذاری کنن و منتظر عزیزتن که از دولت نو جواب حاصل کنن تا در بخشای زراعت و آب هم اینا سرمایه‌گذاری میکنن، آماده هستن برای عزیز. بسیار زیاد تشکر. آقای وفا، این پرسش هم مطرح است، چرا امارات متحده عربی در حالی که ماها با قطری ها با ترکیه ها صحبت شد ولی امارات متحده عربی انتخاب شد؟ یعنی این اگر بحث بود سیاسیش هم مطرح بکنیم، چی کمکی میکنه این کشور، یعنی روابط با این کشور در بود همین قرارداد چی چیز تغییر میده؟ ما در بود سیاسیش نمیخوایم صحبت کنم به خاطری که همون جدی است. ما در این مسائل تکنیکی نیستم، تخصصی نیستم. درست. پیشتر آجی صاحب صدرخیل صاحب لطف کردن بود سیاسیش هم تشریح کردن که امارات متحده عربی در طول تاریخ با افغان ها دلسوزانه برخورد داشتن و خواستن که در هر لحظه در شرایطی بد پالوی افغان ها باشن و همکاری کنن. در روزهای اول که با خروج قطعات ناتو میدان هوایی کابل به اندازه تخریب شده بود، امارات متحده عربی یک مقدار پولی نقدی را در اختیار ما و بعضی تجهیزات را در اختیار ما قرار داد تا ما بتانیم پاکی و صفایی و ترمیم دفترها و شعبات میدان هوایی را انجام بدیم. یعنی در روزهای اولی حالت امرجنسی در پالوی ما بودن و سفارتشان هیچگاه بسته نشدن، همیشه با ما در تماس بودن. میاییم از دیدگاه سوال شما که گفتین با کشورهای دیگر. بله، ما این قرارداد به خاطر که امو شرایط دواطلبی کمپانی ها تأمین شده باشه،
از طریق وبسایت اداره هوانوردی به اعلان سپردیم. در روزهای اول کشور ترکیه علاقمندی خاصی داشتند. ما با سفیر صاحب ترکیه و با بعضی متخصصین تکنیکیشان 2-3 دفعه در میدان هوایی کابل، در خود وزارت خارجه افغانستان و به شهر استانبول سفر داشتیم. با آنها میتینگ ها و مجالس داشتیم که در او اعضای برجسته رهبری امارات اسلامی افغانستان نیز اشتراک داشتند و همیشه مسائل تکنیکی را قرارداد ما از بعد تکنیکی مطرح میکردیم، نه از بعد سیاسی که منفعتی اقتصادی داشته باشه، ظرفیت افغان ها را بسازه و بتانه که افغانستان بعد از یک مدت 3 یا 4 سالی که با این قرارداد کار میکنه بتانه دیگه مستقل به پای خود استاد شه. آقای صدر خیلم در صحبتهایش تاجران دیگر هم مطرح کرد که به کشورهای دیگر زندگی میکنن، اونا میتونن از طریق در واقع قرارداد یا امارات متحده عربی وصل شون و کاربارشان افزایش بدن، ولی پرسش هستی اینجاست که آیا دروازه پروازهای جهانی برای افغانستان به این زودی ها باز خواهد شد؟ بله، ما مطمئن استیم انشالله با زودترین فرصت دروازه، گرچه امیال پروازها باز است. شما میدانید که ما چند درصد فکر میکنید ما امیال با بسیاری کشورها، مثلا با ایران پرواز داریم، با دبی پرواز داریم، با جده پرواز داریم، با ترکیه پرواز داریم، با ازبکستان پرواز داریم. به شکل عادی است؟ به شکل عادی پروازهای ما عادی از ایرلاین های افغانی و بعضی ایرلاین های بین المللی هم رفت و آمد دارن. ولی بخشایی را که من قبلا خدمت شما عرض کردم در شروع صحبت، هنوز کمبودی ها در معیاری سازی خدمات است. خدمات مطلق 100% معیاری سازی نبود به خاطر کمبود تجهیزات و کمبود پرسنل تکنیکی. ما مثلا امیال مشکلی که داشتیم، نمیتونستیم که پرسنل کافی نداشتیم که شب و روز میدان 24 ساعت فعال باشه. ولی اکثر ایرلاین های دنیا شما میدونید که نسبت به روز از طرف شب بهترین موقع دارن که پروازها را انجام بدن. و یا این همین مشکلاتی را که خورترین ریسک به اصطلاح در اپریشنشان احساس کنن او را قبول نمی کنن، چون شرکت های بسیار با تیارات مدرن و قیمت های بزرگ هستن. بناهن ما با بسیار وقت کم می خواهیم که این همین خدمات با می کمپنی میاری شوه. در او صورت هیچ بهانه چی که حتی خود ایرلاین ها به خاطر منافع خودشان خواهد به افغانستان رفت آمد کرده. ولی شما بیشتر گفتین که روی موضوعات سیاسیش، چون شما گفتین که من به اون مورد آگاهی ندارم و داخل نیستم، اما شماری از کارشناسا آگاهان به باورن که بحث‌های سیاسی، خب امارات اسلامی هم میخواهد که تعامل داشته باشه با دنیا، هنوز تعامل به شکل استاد است که واکنش از هر دو طرف نشان داده میشه. امارات اسلامی که کشورها مثلا موضوع دختران مطرح میکنه و کنش نشان میده، میگه تأمین است یا کار رویش جریان داره، مبارزه با تروریسم بحث جدی شده، حکومت فراگیر همچنان یک موضوعی است که در واقع کلیشه‌ای شده دیگه، همه صحبت میکنن ولی تا هنوز روی این موضوعات به یک نتیجه نرسیدن. آگاهان به باورن که این موضوعات روی موضوعات اقتصادی اثرگذار است، تاثیر داره. فکر نمیکنید این موضوع بر سر قرارداد شما تاثیرگذار باشه و باعث شود در صد راه موانع به پیش راه شما باشه؟ ای که چقدر تاثیرگذار است در این شکل نیست که تاثیر خود خواهد داشت، چون شما میفهمین که رفت آمد تیارات یگانه چیزی که ضرورت داره ویزا است. بشک کاری سفارت هاست که باید باز باشه. مسائل سفر و توریسم است که به شکل معیاریش انجام شوه، در این شکل نیست که تاثیر خود خواهد داشت. ولی حدسی ما ایست که کشورها نباید به خاطر مسائل دلخواه خودشان حقوق مردم افغانستان را پایمال کنه. این میدان ها مربوط به یک امارت اسلامی نیست، این میدان ها مردمی هست، در خدمت مردم است. شما ببینین روزمره از افغانستان در حدود 2000-2500 نفر پرواز میکنه به خارج از کشور یا از خارج میآیند به داخل کشور. آیا اینا همه اینا اعضای امارات اسلامی هستند؟ نه خیر، همش مردم عادی است، تاجر است،
کسایی هستند که خیشایشان در بیرون افغانستان هستند یا در داخل افغانستان هست رفت آمد دارند. بنان باید گلونی امی مردم بیچاره و ضعیفی مردم افغانستان خفک شد به خاطر برآورده ساختن خواسته های سیاسی. این کاملا عادلانه نیست و غیر منطقی است. آقای وفا از آقای صدرخیل بپرسیم. آقای صدرخیل، نگرانی شما به عنوان یک شهروند و در کنارش یک مسئولیت هم دارین چی است در قبال موضوعاتی که جهان مطرح میکنه، موضوعاتی که در داخل هست، مثلا موضوعاتی که من پیشتر اشاره کردم، بحث دختران، بحث حقوق مال بشر یک موضوعی هست که در میان جهان هر روز واکنش ها رد و بدل میشه، بحث مبارزه با توریسم، حکومت همشمول، اینها فکر میکنین سایه اندازه در ادامه به کارتان یا نه فکر میکنین این موضوعات یک موضوعات پیش پا افتاده است؟ طبعا چرا نمیده؟ اول برای خود تاجرای افغانی ما که مقیمی امارات است، من یک مثال برای شما میارم. وقتی که یک تاجر مثلا میخواه که فامیل خود افغانستان ببره و اونجا تجارت خود روش بده، امارات بانه اونجا بده کابل یا در دیگه ولایت افغانستان زندگی کنه، وقتی که دختری از او، همشهری از او، فامیلی از او نتانه در مکتب بره، نتانه در بانتون بره، و هیچ وقت نمیاد. نمیخواه که من خودم اول نمیخوام که دخترم بسیواد باشه، همشهری من بسیواد باشه، فامیل من بسیواد باشه. ایره ای خواهش افغان هم است، بدون از خارجی هم افغان که داخل افغانستان هست یا خارج افغانستان هست. از همین طریق تلویزیون شما چند بار ما مصاحبه کردیم و گفتیم که برای ما تاجر ها مهم هی است، اول امنیت است برای تاجر. در امارات چرا؟ در امارات عربی چرا مردم اینجا زندگی میکنه؟ 30 سال تاجرای ما شما اینجا هستن بخاطر که اینجا امنیت است. یک دو مکاتب دخترها. خب امنیت دلخواه شما چی است؟ تعریف شده است؟ چگونه است؟ امنیت تاجر گرفته شوه و برای تاجر سهولت داده شوه که او بخواه مثل کمیال فیلن دارن تاجر. و مکتب از اولین شرطی است که برای تاجر که مکتب نداشته باشه، وقتی فامیلی از اون مکتب نره، اولادش مکتب نره، خب هیچ وقت نمیای کنج زندگی کنه. سعیز میای تجارت خود میکنه، میره پس در جای دیگه زندگی میکنه. ایره ما از حکومت نو خواهش مایی است که به زودترین وقت تابوتانه مکتب ها را باز کنه، برای دختران پانتون ها را باز کنه. و طوری که ما از طریق تلویزیون شما و از دوستا شنیدم در بعضی ولایات باز شده، این کار بسیار نیک خوبی است. و دیگه اینمی چیزای دیگه که فعلا کدام حکومت اینا آمده تاجرها راضی هستن، یعنی راضی به چی هستن؟ امنیت از سابق قدر خوب است، رشوت از سابق قدر بسیار کم شده، یعنی بسیار بسیار زیاد کم شده، و پیپرورکی مثلا کاغذ پرانی بسیار کم شده. از این خوش هستیم. مگر مالین می بازی کارهایی را که ما از دولت نو، از حکومت نو خواهش داریم که دیگه هم امنیت تاجر باید گرفته شود، دیگه در خوب برای تاجر زمینه مساعد شود که بیا سرمایه‌گذاری خود در کشور خود بکنه. تاجر هم از درون خسته شدن، نمی خواهند که در خارج زندگی کنن، من کمی باقای زندگی خود در ملک درست بریم. آقای صدرخیل، شما با مقامات امارات متحده عربی حتما صحبت میکنین، صحبت کرده باشین، دیدگاه اونا چی است در مورد موضوعاتی که دنیا مطرح میکنه که تعامل بالا افغانستان با جهان به پیش بره، پیش شرط هایی که اونا میگن که باید عملی شود؟ و همیشه شما میبینین که واکنش ها را یک دیگر، حالا آمریکا و امارات اسلامی به نقض توافقنامه دوحه میکنن و موضوعات دیگه، دیدگاه او کشورها امارات متحده عربی چی است؟ آیا دیدگاهش همسو با جهان است؟ همسو با امارات اسلامی است؟ چگونه است دیدگاه از اینا؟ طبعا با جهان است، به خاطر از اینا هم یکی از کشور جهان هستن که اینا باید همون جهانی که چیزی میخواین اونا هم باید امور بخواین، و جهان هم که چیزی دیگه نمیخواین. جهان هم همی افغان هایی که میخواین امو جزی زیاد یزی نمیخواین هیچ کسی. همی امارات عربی متحده هم که بزرگایشان از اینجا رفته، با ایما با حکومت نو، با وزیر صاحبا و به همه از اینا دیدن، وقتی که از اونجا مهمان ها اینجا آمده بودن، من در مجالسی بودم که اینجا آمدن، مشوری از اینا بود که باید با دنیا تعامل کنین و دنیا که چیزی میخواین باید امور عملی کنین تا وقت دنیا شما را به رسمیت بشناسه و دنیا امرایتان تعامل کنه و رفت آمد جهان با افغانستان پیدا شد. بسیار زیاد تشکر. آقای وفا، نگرانی هایی که آقای
صدرخیل مطرح کردند و خودشان تاکید داشتن شنیدین، چقدر به این موضوعات توجه میشه؟ یک و دوم تعامل آیا مهم است در این قرارداد که باید هر چه زودتر موضوعش نقطه پایان گذاشته شود؟ در قرارداد تکنیکی که ما سرش کار داریم، تعامل با کشور مربوطه که ما قرارداد کردیم بسیار لازم و ضرور است. رفت آمدهای هیئت و عزیبات این قرارداد با یک امضا کافی نیست و با این ختم نمیشه. ماشینری و تجهیزات وارد میشه به افغانستان، رفت آمد پرسنل جهت آموزش های برنامه های آموزشی رفت آمد صورت میگیره. به خاطر تطبیق مواد قرارداد مسائل مالی، تعامل مالی بین دو کشور ضرورت است. و امسال هم من پیشترم گفتم که سفارت باید واز باشه، ویزا داده شوه، پروتکل جانبین بین دو کشور مراعات شوه. این مسائل است که بدون روابط دیپلماتیک نمیشه که آدم او را عملی کنه. در بخاطر تحقق چنین قرارداد همه این مسائل ضرور است و جای خود دارد. موضوعاتی که نگرانی های امنیتی را مطرح کردن، بحث دخترانشان که میخواید مثل سایر افغان هایی که امروزا میگن که باید حق آموزش است برشان داده شود، گرچه امارت اسلامی گفته مخالفش نیست، اما ما هاست که مردم انتظار میکشه. این موضوع هم بحثی مهم است. خب ای که این موضوع به چه رقم مدیریت خواهد شد، ما چون در او بخش مسئولیت ندارم چیزی گفته نمیتونم. و آینده همین قرارداد چطور میبینین؟ مثلا برای یک سال آینده چی چیزی تغییر خواهد کرد؟ آینده قرارداد ما بسیار خوب میبینم، به نفع مردم افغانستان میبینم. گفتم که افغانستان یک میدان هوایی معیاری خواهد داشتن، میدانهای بین المللیشان و خدماتی که به طیارات ایران میشه معیاری خواهد بود و طیارات زیادتر را ما خصوصا پروازهای عبوری را ما اضافه تر از 400 و 500 پرواز در یک شبانه روز توقع خواهد داشتیم، در حالی که حالی در حدود 70 یا 60 پرواز است. بسیار زیاد تشکر غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و حاجی عبیدالله صدرخیل رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی. از شما هم سپاسگزارم. به همین ترتیب میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم.